یک روز تماسی گرفتن از بروجرد. خانومی گفت که آقا میخوام کل طلاهامو اهدا کنم به سید شهدا. گفتم خانم من بروجرد کسی نمیشناسم، تهران، اصفهان، مشهد، قم، اگر کسی دارین کسی بفرستم طلاهاتونه بگیره. گفت نه آقا، خواهش میکنم یکی رو برای من بفرستین به این آدرس، بیان طلاها رو بگیرن ببرن کربلا خدمتون تقدیم کنن. همینجور که من هاج و واج مونده بودم که کیه بفرستیم بروجرد، بروجرد کجای ایرانه، یکی از دوستان اومده بود این استودیو رو کابکشی میکرد. گفت آقا سید کاری داری بروجرد؟ گفتم یه خانومیه میخواد طلاهاش اهدا کنه به سید شهدا. گفت من کارم اینجا تموم بشه ماشینم مهرانه، ماشینم رو برمیدارم میرم پدر مادرم بروجردن، هم پدر مادرم رو میبینم هم طلای این نوکر سید شهدا رو میگیرم میفرستم بیاد کربلا. تا زنگ زدم به خانم گفتم، گفت ظاهر امام حسین قدمش رو چشای ما جا داره. دو روز بعد این شیر پاک خورده کارش تموم شد، آقای گودرزی اینجا و بلند شد رفت بروجرد. رسید بروجرد زنگم زد، تماس که گرفت دیدم داره گریه میکنه، اما گریه طبیعی نیست، به حق حق افتاده بود. گفتم که آقای گودرزی مشکلی پیش اومده، تصادف کردی؟ در اومد گفت که نه. گفتم پس چته، چرا گریه میکنی؟ گفت سید من زادگاه هم بروجرده، اومدم یه محله فقیر نشین بروجرد اینا نشستن، از همسایه ها پرسیدم که منزل آقای موسوی کجاست؟ گفتن که این خونشون، یه زن و مرد و دخترن مستاجرن توی این خونه. دیگه در زدم، زن در رو باز کرد. گفتم خانم از کربلا اومدم طلاهاتونه بگیرم. گفت بفرمایید تو اتاق پذیرایی آقامون تو هم. دیگه من وارد اتاق شدم، یا الله یا الله گفتم، دیدم یه تخت بیمارستانه، یه مرد بستری رو تخت. میگه همینجور دیدم عشق از بغل چشم مرده میمد و عشقاش پاک میکرد. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ خب من شرمنده امام حسینم، زنم برای یه ذره طلاها شما رو از کربلا تا اینجا کشیده. میگه نشستم بغلش، گفتم انشالله امام حسین عنایتی میکنه. در اومد گفت که 3 ماه قبل من با کامیون تصادف کردم، کمرم مشکل پیدا کرده، دیگه پاهام قدرت و توانایی تکون خوردن نداره، خانومم پرستارم تو خونه، به خاطر اینکه منو تنها ول نکنه تو خونه شما رو برای یه ذره طلاهاش از کربلا تا اینجا کشیده، من شرمنده ابا عبدالله کرد. یا حسین میگه نشسته بودیم، دیدم خانوم اومد یه استکان چای ورد گذاشت جلوام، یه پلاستیک فریزری زیر چادرش باز کرد، 9 تا علنگواشو تک به تک از دستش در ورد انداخت تو کیسه، گردنبند از دور گردنش باز کرد انداخت تو کیسه، گوشواره‌ها رو از گوشش در ورد انداخت تو کیسه. میگه دیدم دختر بچه رو صدا زد، یه دختر بچه 3 ساله، دختر بچه اومد، دیدم یه دستبند کوچیک طلا دور دست دختر است، دستبنده را از دست دخترم باز کردن انداختن تو کیسه. میگه بلند شد کیسه رو بهم بده، دیدم اشکاش همینجور رو چادرش داره میچکه. میگه کیسه رو که داد گفت من شرمنده حضرت زهرام، بگین به خاطر دو دست آقا ابوالفضل این یه ذره طلا رو از ما قبول کنه، اسم ما رو تو این کربلای امام حسین ثبت و ضبط بکنه. خدا میدونه این آقایی که طلا رو آورد گفت سید من شرمنده امام حسین شدم، این زن اگر شوهرش طوریش بشه خودش به یه دونه گوشواره ها محتاج میشه، مردم امام حسینی ها خودشون خوب میشناسن، کسی که با امام حسین قراردادی بسته تا آخر عمر دستش از سر سفره سید شهدا دور و کوتاه نمیشه. خوشا به سعادت امام حسینی ها، اونایی الله. که میتونن هر کی به هر نحوی، یعنی یکی میتونه با طلای خودش، بنده خدا میدونه تو همین کربلا سرویس جواهر گرفتم، یه سری هم یه خانم اومد حلقه عروسیشه در آورد، گفت خود سید شهدا شاهده تنها طلای زندگیم حلقه عروسیمه، هیچی دیگه طلا ندارم، دوست دارم اندازه یه سر سوزن تو این تربت سید شهدا اسم داشته.